عرض سلام و ارادت دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز شبکه تلویزیونی 107 پارس. خیلی خوشحالم که در خدمت شما عزیزان هستم و خیلی ممنون از طرف عزیزانی که این فرصت رو به من دادن تا من بتونم شما رو خدمت بکنم و در واقع این برنامه ها رو در خدمت شما عزیزان باشم. من احمد هستم از کلیسای ایرانیان بروکسل کشور بلژیک و سال مدتیه که در اون کلیسا خدمت میکنم. سلام مخصوص عزیزان و خواهران و برادران شما رو دارم از کلیسای بروکسل برای شما عزیزان. امروز دوست دارم توی این برنامه در واقع برای شما یه شرح حالی بدم از کل برنامه هایی که در خدمت شما هستم، چرا این برنامه ها رو تهیه کردیم، چه اتفاقی افتاد که این برنامه ها رو تهیه کردیم، از کجا میخوایم شروع بکنیم به امید خدا و به کجا خواهیم رسید به فیض خداوند. طی سالهایی که من در کلیسا خدمت میکنم و در کلیسا هستم، افراد بسیار زیادی رو دیدم که تجربیات بد گذشتهشون تأثیر منفی بسیار زیادی در حالشون گذاشته. افرادی که کوله بارهای سنگینی از گذشتهشون روی کمرشون سنگینی میکنه و طی سالهای طولانی این کوله بارشون هر روز پرتر شده و امروز به جایی رسیدن که کمر نمیتونن راست بکنن زیر بار مشکلات و زیر بار زندگی. اگه یکم دقت بکنیم و نگاه بکنیم به این موضوع، میبینیم که تمام افرادی که اینجوری هستن به یه شکلی این مشکلات، به یه شکلی این ناملایمات زندگی هم شخصیت اونا رو تحت تأثیر قرار داده، همین که نحوه ارتباط اونا با خداوند، با خانواده، با کلیسا، با جامعه و با افراد دیگه رو تحت تأثیر قرار داده. ناملایمات و گذشته هایی که شاید خیلیش تأثیر ما نبوده، شاید خیلیش اصلا ما مقصر نبودیم که یه جورایی وارد این مصائب شدیم و وارد این مسیر از زندگی شدیم، ولی تمام اونا امروز داره در زندگی های ما تأثیر میذاره. شاید بپرسین از من که خب چرا؟ و شاید سوال دیگه ای داشته باشین که آخه چه چیزایی هست که امروز توی من تأثیر بذاره؟ و شاید عزیزانی هستن بین ما که بگن که نه، این چیزایی که داره احمد میگه اصلا برای من ساده نیست. عرض میکنم شاید ما در گذشته هامون پدران خوبی نداشتیم، شاید ما در گذشته هامون خانواده خوبی نداشتیم، جامعه خوبی نداشتیم، مادر خوبی نداشتیم، شاید پدرمون رو از دست دادیم، شاید مشکلات از این دست زیادی داشتیم توی زندگی هامون و تمام اونا امروز خودشو داره در زندگی های ما نشون میده و تأثیرات منفیشو داره روی ما و روی زندگی امروز ما میگذاره. خیلی وقتا افرادی رو دیدم و میبینم و شاید شما هم بشناسین، افرادی که شاید در ظاهر آدم های بسیار شلوغ، آدم های خیلی خیلی مطمئن به خود، آدم های خیلی موفقی هستن، ولی در باطن و در درونشون وقتی نگاه بکنی میبینی همچین آدم هایی نیستن. در واقع میشه گفت که اینها کسانی هستن که یه جورایی دارن رول بازی میکنن، یه جورایی دارن خودشونو یه جور دیگه نشون میدن به جامعه، نشون میدن به بیرون.
در صورتی که درون خودشون اصلا یه چیز دیگه است، درون خودشون اصلا یک موجود دیگه ای داره زندگی میکنه. متاسفانه افرادی که این شکل هستن، افرادی که از این دست هستن، طی سالیان متمادی، طی سالیان زندگیشون انقدر در این نقش ها، انقدر در این رول ها، انقدر در این مشکلات شروع کردن به بازی کردن، شروع کردن به زندگی کردن که یه جورایی بشه گفت این نقش ها رو همه را به خودشون گرفتن و این نقش ها و این مشکلات و این مصائب اینا همه شده جزوی از زندگیشون، اینا شده جزوی از شخصیتشون. یه جورایی که خودشون هم دیگه نمیتونن تشخیص بدن که کی هستن، خودشون هم نمیتونن در واقع بفهمن که واقعا چه کسی هستن. نقطه های تاریکی که توی زندگی های ما هست، نقطه های تاریکی که از بچگی، از دوران کودکی در زندگی های ما شکل گرفته، در افکار ما شکل گرفته و در واقع مثل یه زخمایی مونده، ما اینقدر به اونا رسیدگی نکردیم، ما اینقدر اونا رو نادیده گرفتیم، ما اینقدر اونا رو ندیدیم و پشت به اونا کردیم که اون زخما تبدیل شده به عفونت های شدید، اون زخما تبدیل شده به مشکلات بسیار 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 بزرگ و یه جورایی ما شدیم مثل آدم های درداشنا، کسانی که داریم با درد زندگی میکنیم، کسانی که داریم با این مشکلات قدم میزنیم ولی خودمونم متوجه نیستیم که یه همچین مشکلاتی داریم. من در این سالها که در کلیسا خدمت میکنم، کلیسای بروکسل، خیلی آدم های اینجوری دیدم و متاسفانه این مشکلات تأثیر بسیار بسیار منفی و شدیدی میذاره در ارتباط اونا با خداوند و در واقع یه جورایی میشه گفت که خدا رو، خودشونو و اصلا زندگی که باید زیر سایه خداوند باشه رو فراموش کردن. یه جور دیگه دارن به زندگی نگاه میکنن، یه جور دیگه دارن به خدا نگاه میکنن. ایمان آوردن، عیسی مسیح رو میشناسن، به کلیسا میان ولی باز هم درگیر این مسائل و این مشکلات هستن. اگه نگاه بکنیم به مشکلات، اگه نگاه بکنیم به سختی ها، اینا چیزایی نیست که مال دیروز و مال امروز باشه، اینا چیزایی نیست که مال یه مقطع خاصی باشه، همیشه مشکلات بوده، همیشه سختی ها بوده، همیشه گرفتاری ها بوده ولی ما باید یاد بگیریم که چجوری میتونیم با این مشکلات، چجوری میتونیم با این سختی ها، چجوری میتونیم با این مسائل روبرو بشیم و چجوری میتونیم این مسائل رو حل بکنیم. حالا سوال بازم پیش میاد که خب احمد تو که داری این حرفا رو میزنی، خب این مسائل اگه حل شدنی بود، اگه میتونستیم حل بکنیم، خب پس تا حالا کسی دیگه ای نبوده که به ما بگه چجوری حل بکنی، فقط تو بلدی که بگی چجوری حل بکنی. نه، من منظورم این نیست، من منظورم اینه که احمد میخواد تجربیات شخصی خودشو با شما عزیزان در میون بذاره، عزیزانی که امروز پای این برنامه نشستید، عزیزانی که امروز دارین ما رو دنبال میکنید. من میخوام تجربیات خودم به شما بگم، راهکارهایی که در زندگی خودم، در خدمتم، در جامعه انجام دادم
و چیزهایی که شاید به درد شما بخوره. امروز میخوایم با همدیگه یه سفر تقریبا کوتاه، یه سفر کوتاه میخوایم با همدیگه شروع بکنیم. البته توی این سفر من مطمئنم که تنها نیستی. توی این سفر من هستم، شما عزیزان هستی و خداوند. و خداوند ما با ما در این سفر زندگی قدم میزنه و یکی یکی ما رو با مشکلات، ما رو با مصائب، ما رو با زخم‌هایی که در زندگیمون داشتیم مواجه میکنه. اگه موافق باشین درنگی کوتاه با هم داشته باشیم، استراحتی کوتاه با هم دیگه بکنیم و بعد من برمیگردم خدمت شما و ادامه برنامه رو با هم دیگه خواهیم داشت. خب دوستان عزیز، درنگ کوتاه داشتیم، برمیگردیم به برنامه من و پدر. عرض کردم من طی سالهایی که در کلیسا خدمت میکردم و دارم میکنم، آدم های بسیار زیادی دیدم که دوچار یه همچین مشکلاتی و دوچار یه همچین مصائبی هستن. کسانی که در واقع یه جورایی میشه گفت که با دو تا شخصیت و دو تا چهره متفاوت دارن زندگی میکنن. کسانی که شاید درون و بیرونشون با هم تفاوتهای زیادی داشته باشه. خب حالا شاید سوال بکنید، بگین که خب احمد، این حرفایی که داری میزنی، این صحبتهایی که داری میکنی، آیا خودت انجام دادی؟ آیا برای خودت هم مفید بوده؟ آیا فکر میکنی که این حرفایی که میزنی تا حالا به فکر کسی نرسیده؟ نه، مطمئنم که این صحبتهایی که من میکنم به فکر کسی رسیده. من مطمئنم که کسان دیگه ای در رابطه با این مسائل صحبت کردن، دروسی داده شده، موعظه هایی شده، کتاب ها نوشته شده خیلی بهتر از من. ولی امروز من میخوام تجربه شخص خودم رو با شما در میان بذارم. امروز احمد میخواد با عزیزانی که اینجا هستن تجربه خودشو در میان بذاره. من نمیخوام از کتاب و از نوشته ها صحبت کنم، من میخوام از احمدی که این مشکلات رو داشته، احمدی که امروز مشکلاتش کم در شده و احمدی که داره به سمت شفا قدم میزنه و پیش میره. ببینید، مشکلات و مصائب و گذشته های بد و تلخ ما و تاریکی هایی که توی ذهن و قلب و شخصیت ما یه جورایی خودش رو جا کرده، انقدر بعضی وقتا وحشتناکه که ما حتی نمیتونیم با خود واقعیمونم ملاقاتی داشته باشیم، حتی ما نمیتونیم با خودمون روبرو بشیم. و من فکر میکنم تنها راهش وجود خداونده، خدای زنده، تا ما بتونیم مواجه بشیم با این زخم‌ها، زخم‌هایی که سالهای قبل، زخم‌هایی که از مدت‌ها قبل در وجود ما شکل گرفته، زخمایی که بهش رسیدگی نکردیم، زخمایی که یه جورایی عفونت کرده، زخمایی که روش بسته شده. ما فکر میکنیم که شفا پیدا کرده، فکر میکنیم که خوب شده، ولی اصلا خوب نشده، فقط این زخما به فراموشی سپرده شده. من وقتی که ایمان آوردم به عیسی مسیح، وقتی که قلبم رو دادم به خداوند، وقتی که به خداوندم قول دادم و تعهد دادم که اونو پیروی بکنم و اونو دنبال بکنم، تونستم با خداوند در زندگی قدم بزنم، تونستم با خداوند یواش یواش
این مشکلات رو حل بکنم، یواش یواش با مشکلاتم مواجه بشم. منم مثل خیلی از شما که دارین این برنامه رو دنبال میکنید، پدر زمینیمو خیلی سال قبل از دست دادم و این نقصان و میشه گفت این شکاف و میشه گفت که این مشکل روحی تأثیر بسیار زیادی گذاشت در من، در ارتباط من با خدا، در مواجه شدن من با خداوند، با زندگی، با خانواده، با کلیسا، با افراد مختلف. این صحبتی که من دارم امروز میکنم فرق نمیکنه که شما ایماندار باشی یا ایماندار نباشی. خیلیا در کلیسا هستن همین امروز که دوچار این مشکلات و این نقصان ها هستن. من شخصا وقتی که با خداوند شروع کردم به قدم زدن، تونستم محبت، تونستم فداکاری، تونستم صبر و پایداری که خداوند برای من داره رو باش مواجه بشم، تونستم اون رو درک بکنم و تونستم در اون با خداوند قدم بزنم، با پدر آسمان قدم بزنم، اگرچه پدر زمین نداشتم، اگرچه محبت پدری رو درک نکرده بودم، ولی با پدر آسمانی و عیسی مسیح این کار برای من امکان پذیر بود، این کار برای من انجام شد. تمام این تجربیات، تمام این صحبتهایی که عرض کردم باعث شد که منو یه جورایی وابداره به این سمت و سو که باید تجربیات خودم و شهادتهای خودم و و زندگی خودم رو به بقیه نشون بدم و با بقیه در میون بذارم. و ایمان دارم که وقتی که ما به زندگی ها و به تجربیات همدیگه گوش میکنیم، نگاه میکنیم، مطمئنم و ایمان دارم که خداوند از این تجربیات و از این صحبت های ما میتونه استفاده بکنه برای شفای زخم های افراد دیگه. من وقتی که ایمان آوردم به عیسی مسیح، وقتی که با خداوند زنده آشنا شدم، تازه متوجه شدم که من شانسی به دنیا نیومدم. من تازه متوجه شدم که خدای پدر برای من نقشه داشته. من تازه متوجه شدم که خدای پدر منو دوست داره. تازه متوجه شدم که پدر آسمانی برای من نقشه های زیبا داره، برای من فکر داره. خداوند منو هر جایی که هستم میبینه. خداوند خداییه که در کنار منه. خداوند خداییه که مثل یک پدر مهربون و فداکار پشت من وایساده. پدری که جا خالی نمیکنه، پدری که منو ترک نمیکنه و پدری که همیشه با منه. امروز هدف من اینه که شما عزیزانو آشنا بکنم با این خدا. امروز میخوام شما عزیزانو آشنا بکنم با این تجربه زیبایی که خودم داشتم با خداوند. و طی سلسله برنامه هایی که در پیش داریم، میخوایم با همدیگه و با خداوند قدم بزنیم و از ابتدا تا انتها رو با پدر آسمانیمون جلو بریم و خداوندمون رو در کنار خودمون، در قلب خودمون، در فکر خودمون و در زندگی های خودمون بیشتر ببینیم و بشناسیم. من فکر میکنم اگه ما بتونیم خودمون رو، جایگاه خودمون رو و جایگاه پدر رو در زندگی هامون، در خودمون، در خدمتمون، در خانواده، در کلیسا، در مملکت خودمون باش آشنا بشیم، ببینیم و بشناسیم،
ایمان دارم که خیلی بهتر میتونیم زندگی بکنیم. زندگی که پدر، زندگی که خالق ما، زندگی که خداوند ما از ازل برای ما و برای شما و برای همه فرزندانش در نظر داشته. زندگی که ما بنا به مشکلاتی که در اون هستیم به بیراه رفتیم و به راه‌های کج رفتیم و یه جورایی میشه گفت که راه مستقیم رو از دست دادیم و داریم یه جورایی سیگزاگ میزنیم و متاسفانه توی این زندگی و توی این شرایط هیچ چیزی غیر از خستگی، غیر از افسردگی، غیر از ناراحتی، غیر از پرخاشگری، غیر از اتهام زنی به یکدیگر هیچ چیزی در زندگی های ما نمیمونه. امروز میخوایم اون راهی که خداوند برای ما در نظر گرفته بوده رو با هم دیگه ببینیم. همونجور که عرض کردم اسم این برنامه ها رو من گذاشتم من و پدر. شما هم میتونین اسمای جدیدی روش بذارین. شما هم میتونین بذارین زهرا و پدر، شهرام و پدر، احمد و پدر، مریم و پدر و هر اسمی که دوست دارین روش بذارین. امروز ما باید من تاکید میکنم روی صحبت کردم، باید این خداوند رو بهتر بشناسیم. امروز ما باید رابطه خودمون رو با این خداوند بهتر بشناسیم. اگه ما این رابطه رو ترمیم کنیم، اگه ما این رابطه رو بهتر بشناسیم، مطمئنم که در زندگی هامون راحت میتونیم زندگی بکنیم و پیش بریم. من سعی میکنم که در برنامه های آتی، 11 قسمتی که در آینده خواهیم داشت، به کمک شما عزیزان، با یاری خداوندمون و کمک روح قدوس خداوند پیش بریم و این قدم ها رو با هم یکی یکی برداریم. قبل از اینکه برنامه رو پایان بدیم و به اتمام برسونیم، من دوست دارم لحظاتی دعا بکنیم با هم دیگه. برای خودمون دعا بکنیم، برای اطرافیانمون دعا بکنیم و از خداوندمون بخوایم که افکار ما و قلب ما و ذهنهای ما رو باز بکنه برای این رابطه جدید و برای این قدمهایی که میخوایم با هم دیگه در خداوند برداریم. هر کجا که هستید، هر جایی که دارین برنامه ما رو دنبال میکنید، لحظاتی تأمل کنید، لحظاتی دست نگه دارید، تو هر حالتی هستید و با من هم دل بشید، زمزمه بکنید و از خداوندمون بخوام که این رابطه رو ترمیم بده و شفا بده. دعا میکنیم با هم دیگه. پدر جان، شکرگزارم برای تمام نعمت‌هایی که در زندگی هامون داریم. پدر جان شکرت میکنم ای خداوندم برای اینکه تو پدر نیکو هستی. ای خداوند تو کسی هستی که ای خداوندم از ازل، از روزی که ما به دنیا بیایم خداوندم، ما رو در نظر داشتی. ای خداوندم ما رو به حال خودمون وان نگذاشتی. ای خداوندم شکرت میکنم ای خداوندم که تو هستی. اگر تمامی مردم زمین ما رو کنار بذارن ای خداوند قدوس، اگر پدرهامون، مادرهامون، خانواده هامون ما رو کنار بذارن خداوندم، تو ما رو کنار نخواهی گذاشت پدر جان. شکرت میکنم ای خداوندم که تو در ما هستی، تو همراه ما هستی ای خداوندم و با تو میتونیم ای خداوندم زخمهای گذشتمون ای خداوندم یکی یکی بازرسی کنیم، بازبینی بکنیم ای خداوندم و با تو ای خداوندم شفا پیدا بکنیم ای خداوند قدوس. شکرت میکنم پدر جان که تو به ما کمک میکنی ای خداوندم که با تجربیات خودمون ای خداوندم، با زخمهایی که داشتیم و با شفاهایی که دریافت کردیم پدر جان، میتونیم
به بقیه برکت بدیم ای خداوندم، و میتونیم اعلام بکنیم که تو خداوند قادر و مطلق هستی، تو پدر نیکوی هستی خداوندم. عزیزانی که دنبال میکنن ما را ای خداوندم، عزیزانی که صدای ما را میشنوند پدر جان، عزیزانی که با ما هستن خداوندم، این عزیزان را به حضورت بلند میکنم پدر جان، و از تو میخوام ای خداوندم که دست بگذاری بر ما، بر افکار، بر گذشته ها، بر قلب ما ای خداوندم، و رابطه ما را ای خداوندم با خودت ای خداوندم ترمیم ببخشی خداوندم. شکرت میکنم پدر جان که پدر نیکویی چون تو داریم و صدای ما رو میشنوی خداوندم. با سپاسگزاری در نام قدوس عیسی مسیح دعا کردم. آمین. مرسی عزیزان، خیلی ممنون که ما رو همراهی کردین، خیلی ممنون که منو به خونه های خودتون راه دادید. همه شما عزیزان رو به دستان مبارک خداوندمون عیسی مسیح می‌سپارم تا برنامه دیگر بدرود.